سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه دومین بخش از پرسش و پاسخ به بحث چرا اسلام و تشیع است که در روز یکشنبه 18 آبان 1399 8 نوامبر 2020 برگزار میشه و چون روز گذشته وقت تمام شد و من فرصت نکردم به همه پرسش های شرکت کنندگان پاسخ بدم، دوستان برگزار کننده سوالات باقی مونده رو برای من فرستادند. من تصمیم گرفتم در وقت اندکی که امروز داشتم به این سوالات باقی مونده پاسخ بدم. حدود 8 سوال هست. 2 سوالش سوالاتی است که جلسه گذشته مطرح شد اما به علت کمبود وقت فرصت پاسخگویی کافی به اونها نبود. 6 سوالش هم سوالات جدیدی است که کلا فرصت نکردن مطرح بکنن. من ابتدا اون 2 سوال ناقص پاسخ داده شده رو مطرح میکنم و بعد به سوالات دیگری که باقی مونده بود میپردازم. در انتهای جلسه این سوال مطرح شد که انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایالات متحده رو ملاک قرار داده بودند و پرسیده بودند با نگاهی به آمار رای دهندگان با آقای ترامپ و مناطقی که به رنگ قرمز در آمده میتوان دریافت که مناطق روستایی و مذهبی بیشترین پشتیبانان این فرد پوپولیست هستند، آیا نمیتوان این گونه نتیجه گرفت که دینداران انسان‌های ساده‌ای هستند که تحت جریانات عوام‌گرایی قرار می‌گیرند؟ چرا این امر در اقصی نقاط جهان دیده می‌شود که به ظاهر دینداران آسان‌تر فریب می‌خورند؟ آمریکایی‌ها چگونه رشد یافتند که در ایالتی مذهبی مثل جورجیا می‌توانند خود را از عوام فریبی جدا کنند؟ چرا مسلمانان و شیعیان به این بلوغ فکری و سیاسی نرسیدند؟ این سوال خوبیه. قسمت اولش رو پاسخ دادم، اون مطلبی که حالا به انتخابات 2 روز قبل چند روز قبل آمریکا برمیگشت. اما این حقیقت رو نمیشه کتمان کرد که در آمریکا بیشترین این نزدیک 70 میلیونی که به آقای ترامپ رأی دادن غالبا افراد مذهبی و به راحتی میتونستند تحت تأثیر تبلیغات نادرست قرار بگیرن که گرفتند و این گونه رأی دادن. در جاهای دیگه هم میشه این رو مشابهش پیدا کرد. در برزیل، در آمریکای جنوبی، اونجا هم که یک فرد پوپولیست شبیه آقای ترامپ بر سر کار آمده، در مقابلش با کرونا هم دقیقاً ضد علمی بوده دقیقاً به شیوه ایشون، اونجا هم بزرگترین پشتیبانانش همین افرادی هستند، افراد دیندار و زودتر فریب خورد که زودتر فریب می‌خوردن بوده. در دیگر برخی کشورهای اروپایی هم که باز این افراد پوپولیست بر سر کار آمدن، همین مشکل رو میتونیم مشاهده بکنیم. در کشورهای دیگر هم، مثلا فرض بکنید هندوستان هم، باز میبینیم که یک فردی بر سر کار آمده دقیقا با همین گرایش، با یک پشتوانه فلواقع ملی از دینداران اونجا، هندوهای کشور هندوستان. در خاورمیانه هم همینجور مشاهده میتونیم بکنیم. خب اینجا چون دموکراسی کمتر هست، ضعیف‌تره، حداقل تو کشور خودمون میتونیم ببینیم. در ایران میتونیم مشاهده بکنیم که همین اقلیت محضی که داره از نظام استبداد دینی هنوز حمایت میکنه دینداران هستند، یعنی کسانی هستند که فی الواقع خودشون رو متدین‌تر از دیگران میدانند و ظاهراً راحت‌تر هم فریب خوردند یا فریب میخورند. بنابراین در اصل مسئله من با این پرسشگر محترم موافق هستم که همچو چیزی هست. اما نکته اصلیم در پاسخ که بخش دوم پاسخ من محسوب میشه اینه که بین همه کار من در بحث دیروز این بود که بین دین سنتی و دین نواندیشانه یا به اصطلاح اینجا رفرمیستی تفکیک قائل بشم و اون عوارض منفی که ناشی متوجه دینداری سنتی هست رو بگم. این عوارض رو میشه از دینداری نواندیشانه تفکیک و جدا کرد و من و همفکرانم
در این چند دهه اخیر کوشش کردیم همچو کاری انجام بدیم و فکر میکنم تا حدود زیادی هم موفق بودیم در ایران و هکذا در کشورهای دیگه. یعنی فرض بکنید اسلام به مدل محمد عبده یا رشید رضا در یا فضل الرحمن در میان مسلمانان اهل سنت، نمیتونیم بگیم اینها فرض بکنید با دیگر مسلمانان در این عوارضی که شما گفتید یکسان هستند. اینها به مراتب روشن فکرتر هستند و با بصیرت بیشتری در مسائل اجتماعی سیاسی هم برخورد میکنند و اینجوری هم از افراد پوپولیست منفعل نمیشن. در ایران هم به همین صورت، یعنی مسلمانانی که دنبال اندیشه نوگرایانه بودند و در رویکردهای خودشون، در انتخابهای خودشون عقلانیت رو دخیل میدونند و فرض بکنید در مسائل سیاسی اجتماعی مقلدانه برخورد نمی کنند، اونها به هیچ وجه همچه چیزی در موردشون صدق نمی کنه. یعنی اونها کمتر فریب خوردند. بعد این رو به شکل آماری هم میتونم به شما نشون بدم. الان هم حضور ذهن دارم به خاطر که این در همین نیم سالی که الان در اواخرش هستیم، نیم سال تحصیلی که در اواخرش هستیم، من درس دین و سیاست در ایران پس از انقلاب داشتم و برای دانشجوها این مطلب رو نشون دادم که از زمانی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران رقابتی بوده، یعنی از سال 1376 تا امروز، مردم ایران علل اغلب از نامزدهایی دفاع کردند که به منافع ملی ایران نزدیکتر بود. و اگر توی مقطعی که در دو نوبتی که آقای احمدی نژاد رو بالا آوردند، در نوبت دوم که یقیناً تقلب بوده، در نوبت اول هم به احتمال زیاد دستکاری شده بود. حالی رو در جای دیگه بحث کردم و میشه اثباتم کرد. اما این مردم ایران اشتباه نکردن در اغلب این موارد و همواره بهترین را در میان افراد موجود انتخاب کردن. بنابراین با شما موافق نیستم که مسلمانان و شیعیان به این بلوغ فکری و سیاسی نرسیدند. اگر موانع مرتفع بشه، خود شما هم تصدیق خواهید کرد که به بلوغ فکری رسیدند و چیزی از جاهای دیگه، افراد کشورهای دیگر کم ندارند. اگر در خاورمیانه حتی میتونم بگم بیشتر هم دارند. بنابراین با ذیل سوال شما موافق نیستم و پاسخم به اون قسمت منفیه در مورد بلوغ فکری. اما در مورد متأثر شدن از عوام فریبی های مذهبی، این که آقای ترامپ مثلا انجیل رو بگیره دستش و بعد بره جلو کلیسای کنار کاخ سفید فیلم بگیره، خب متاسفانه خیلی از این متاثر شدن و فکر کردن که درسته، این راه روش درسته. و میتونم به شما حق بدم که اگر دیندارانی این گونه رفتار میکنن که تو فرنگ ما بگیم قرآن بنیزه کردن، خب اینها قابل دفاع نیستن و هیچ وقت هم قابل دفاع نبودن. سوال دوم که بخشش جلسه گذشته مطرح شد، اما من این بخش دومش رو به ذهنم نمونده که این پاسخ داده شده باشه یا من بهش توجه نکرده بودم. در قسمت بحث در پروتستانتیزم اسلامی و لوتریسم شیعی که بحث شد که یکی از سه مؤلفه این روی کرد فی الواقع این هست که همه کشیشیست و مقابله با این که به اصطلاح تفسیر کتاب مقدس در انحصار کلیسا نیست. حالا این رو بردن در تفکر اسلامی به این شکل مطرح کردن که انحصار روحانیت رو در تفسیر علوم دینی میباید شکست و خب خیلی هم حرف به ظاهر درستی است. من چند تا نکته دارم در ذیل این مسئله. یکی این که بحث من اصلا در مورد روحانیت نیست، بحث من در مورد عالم دینی است. از انحصارم مطلقاً از هیچ حیثش دفاع نمی کنم و حالا اینا رو به جز به جز توضیح میدم تا به اصطلاح مقصودم بیشتر دقیق تر مشخص بشه. اما اینکه واژه روحانیت قابل دفاع نیست، یه واژه حدود 150 سال بیشتر قدمت نداره، از مسیحیت وارد اسلام شده، نوعاً به کسانی گفته می شود که لباس خاصی به تن دارند که اون لباس هم هیچ سابقه‌ای در به اصطلاح نسبت به پیامبر یا ائمه نداره، صرفاً برگرفته از
رسوم منطقه‌ای زمان خاص صدر اسلام بوده و هیچ قرار نیست که الالعبد همه اون لباس خاص رو به تن بکنند. اون لباس پیغمبر خدا در مقاطع مختلف لباس های مختلف به تنشون می کردن. حالا اگر لباس عربی که ویژه اون زمان بوده به تنشون بوده، اگر می خواهیم شبیه پیغمبر، پیغمبر رو به عنوان اسوه قرار بدیم، صرفا این که یک انگشتر دست بکنیم و اون لباس خاص رو به تن بکنیم، به نظر می رسه تأثیر به پیامبر یا به ائمه در منش و روش باشه. و البته لباس هم نباید منافاتی با موازینی که در اسلام و تشیع مشخص شده، نباید با اونها منافاتی داشته باشه. اما شکل خاص دقیقا مثل شکل خاصی است که برخی از متون اسلامی برای نظام سیاسی استخراج کردن، همون قدر بی پایه است که فرض کنید شکل لباس. بنابراین این که ما به افرادی از بزرگترین فقهای اسلام تا فرض بکنید یک روزخان کم سواد بخوام یک اسم اطلاق کنیم و اینها رو با یک چوب برانیم، قطعا غلط. بحث من در کارهای خودم علل اغلب از واژه روحانیت استفاده نمی کنم، از عالم دین استفاده می کنم. اون بخشی که مروج دین هست و در میان مردم پار می کنند و امور دینی رو انجام میدن، خب یک طبقه قابل احترامند، اما نه دانش کافی دارن نه قابل بحث علمی هستن. اونها به کنار. بحث من در کتاب هام در مورد عالمان دین بوده، بحث الان هم دقیقا در مورد همون هاست. بنابراین اصلا در مورد روحانیت من ادعایی ندارم، دفاعی هم نمی کنم. این که حالا بیام بحث رو دقیق تر مطرح بکنیم، آیا تأکید بر جنبه کارشناسی در علوم اسلامی به انحصار طلبی بین علمای دین، انحصار تفسیر دینی به علمای دین نمی انجامد؟ خب خود این پرسشگر این رو به حوزه ریاضیات و پزشکی مقایسه کرده و گفته که خب در اون حوزه ها به متخصصان مختلف مراجعه می کنند و خودشون رو به یک کارشناس وفادار نمی دونند. یعنی وقتی بیمار میشه فقط به یک پزشک نمیشه مراجعه کرد، هر پزشکی صلاحیت داره که بهش مراجعه بشه، یا در ریاضی یا در فیزیک یا در شیمی یا در زیست شناسی و در هر رشته دیگه. خب همین دقیقا همین شکل هم در مورد علوم دینی میشه گفت، یعنی که در علوم دینی لازم نیست، هیچ نصی نداریم که فقط به یک نفر، اونم عالم رسمی مثلا، مقایسه بشه، مراجعه بشه. خیر، شما به هر عالمی میتونی مراجعه کنی، هر کسی که خودت متخصص میدونی میتونی مراجعه کنی بدون هیچ فلواقع تفاوتی. هیچ کم حق نداره شما رو سرزنش کنه یا شما رو ملامت بکنه که چرا به این متخصص مراجعه کردی به اون متخصص مراجعه نکرد. اما بحث ما در مورد متخصصه، یعنی متخصص علوم دینی کیه؟ خب متخصص علوم دینی یعنی کسی که در عرف دینداران به عنوان متخصص شناخته میشه، تحصیلات خاصی داره، آثار خاصی هم داره، این دوتا ملاکشه. و غالبا وقتی هم شما رفتی تحصیل کردی، یک مدرکی دال بر این که شما در تحصیل خودت موفق بودی میدن دسته. نوعاً توی حوزه های سنتی فرض بکنید از استاد به شاگردش گواهی به نام گواهی اجتهاد داده میشه، در دانشگاه های جدید هم به فرد بعد از گذراندن رساله دکتری زیر نظر استاد در دفاع خاصی که در دانشگاه صورت گرفته به مدرک دکتری داده. خب حالا این رو وقتی که فرد میخواد در حوزه‌ای، در حوزه مرادم در یک موضوع خاصی اظهار نظر بکنه، غالبا میگن آقا شما متخصص هستی؟ یارم میگه بنده به این دلیل متخصص. و علاوه بر اون آثاری هم در اون حوزه منتشر کرده که این هم دلالت میکند که این فرد در این حوزه ها متخصص است. الان هم تو هر رشته بدون استثنا، هر رشته شما بخواید کتابی منتشر کنید یا مقاله علمی منتشر بکنید، این روال طی میشود. یعنی ناشر آکادمیک، ناشر تخصصی یا مجله تخصصی کتاب یا مقاله شما رو برای داوری علمی به نزد 2 تا 3 متخصص شناخته شده یا اون رشته میفرسته. اونها اظهار نظر میکنن، کتباً اظهار نظر میکنن که آیا این، نمیگن که این به نظر ما خوبه یا بده، میگن این فرد صلاحیت علمی اظهار نظر در این حوزه رو داشته یا نداشته.
استدلال علمی کرده یا نه، بحث سلیقه علمی و نتیجه اصلا مطرح نیست. اینکه جلو کسی رو بخوان بگیرن، فقط میگن آقا این صلاحیت علمی این حوزه رو دارد یا ندارد. این ارزیابی در حوزه مقاله به مراتب از حوزه کتاب سختگیرانه تره. خب بعد وقتی که تو حوزه مقاله گاهی دو سه بار رفت و برگشت میشه، اشکالات رو نویسنده موظف بر هست تصحیح بکنه تا بتونه مقالش منتشر بشه. اظهار نظرها هم دو گونه هست، کارشناس که میکنه، کارشناس متخصص، برخی رو به فقط به ناشر میفرسه، برخی رو هم ناشر میبینه هم نویسنده میبینه. من چه در زمانی که در ایران بودم چه الان که خارج از ایران هستم همچون داوری های فراوان کردم. خب حالا میخوام ببینیم بین در مورد پزشکی یک معیار دیگری هم هست، چون به جان مردم بستگی داره. اگر فرد اظهار نظری کرد که باعث ضرر بدنی برای کسی شد، این به دادگاه میتونه شکایت بشه و جرم محسوب میشه. در رشته‌های دیگه جرم نیست، مگر اینکه سرقت کرده باشه، اما خود کار جرم نیست. یعنی غلط نوشتن جرم نیست، آزاد است. شما آزادی غلط بنویسی، اما کسی هم جلوت نمیگیره، اما در مورد پزشکی جرم محسوب میشه. حالا در مورد دین چطور؟ ممکنه کسی بیاد بگه که دین از پزشکی هم مهمتر، علوم دینی، چون این به آخرت مردم بستگی داره. خب اینو میخوام سختگیری بیشتری بکنیم. من اونم نمیگم، یعنی قائل نیستم که نسبت به ببخشید علوم دینی سختگیری در حد پزشکی صورت بگیره یا بیشتر از اون. بنده معتقدم همون مقداری که در مورد هر رشته دیگر علمی سختگیری صورت میگیره، در مورد علوم دینی هم باید صورت بگیره. ضمن بحث من در مورد اظهار نظر عمومی در مورد دین نیست که به انحصار طلبی کسی منجر بشه، بحث من در مورد اظهار نظر تخصصی است. اظهار نظر تخصصی متخصص میخواهد. چجوری میشه تفکیک کرد متخصص از غیر متخصص؟ خب نشونهاش رو ذکر کردم، اما چون هیچ منعی برای انتشار کسی قائل نیستم، حتی غیر متخصص، در این صورت اگر کسی حرف نادرستی زد میشه نقدش کرد و منتشر کرد. بیش از اینم کاری بر ما لازم نیست. این لازم نیست که دهنش رو ببندیم، صدات رو خفه بکنیم که تو حتی که غلط به نظر ما غلط میگویی حرف نزنی. اما دارم این رو میگم، میگم اونی که من در قصه پروتستانتیسم اسلامی یا لوتریسم تشیع مورد مناقشه قرار دادم اینه که این که ما بیایم و بگیم که همه حتی در حوزه‌های تخصصی هیچ کسی به اصطلاح لزومی ندارد که حتی بحث علمی صورت بده، اون رو من مناقشه دارم. معتقد هستم که اینجا میشه ایستاد و این یک ارزش میدونم. یعنی تفاوتم شاید با دوستان دیگه سر این باشه که اینجا فقط آزادی بیان نیست، در کنار آزادی بیان اعتبار و صحت مطلب هم هست. بحثم هم در مورد متخصصه. کسانی میان در حوزه علوم اسلامی اظهار نظر میکنن که به نظر من متخصص نیستند، هیچ کدوم از این ملاکه که عرض کردم و ندارن و حرفای نادرستی هم به اسلام نسبت میده. مثالی که جلسه گذشته زدم، اینکه کسی بیاد فرض بکنید حرفی رو بزنه که نسبت غلطی به همه علمای تشیع بده، خب اینجا میشه نقدش کرد و گفت این حرفت اشتباه، هیچ جایی هم بر نمیگرده. بنابراین همچنانی که من با شما در آزادی بیان کاملا موافق هستم، اما اجازه بدید به آزادی بیان هم اضافه کنم که آزادی از به اصطلاح حق دفاع از آن چیزی که ما صحیح میدونیم این هم باقی است و نمیشه همه چیز رو به بهانه آزادی بیان این رو بگیم تنها حق است و همه امور دیگه تحت شعاع خودش قرار میده، تحت شعاع قرار میگیره. نه، در کنار آزادی بیان حقوق دیگری هم هست که اشاره کردم. به هر حال من در کنار آزادی بیان از اینکه مفاهیم دینی درست منتقل بشه در چارچوب قوانین دفاع میکنم، کاری هم بستن زبان دیگری ندارم. اما اینجوری هم نیستم که بگم که چون قرائت ها همه آزاد هست
بنابراین هر حرف بیپایه هم مطرح بشه مشکل نیست. میگم این حرف بیپایه است، استدلال خودم منتشر میکنم، کسی پسندید پسندید، نپسندیدم هیچ. اما اون 6 سال دیگر که کلن مطرح نشده، پرسیدند که این بحث مطرح می شود که کمونیسم، فاشیسم یا از این دست ایدئولوژی های غیر قابل دفاع نیز نوعی دین هستند. یعنی رابطه پیروانشون با این ایدئولوژی ها از جنس رابطه مؤمن با دین خود بوده و نوعی تعبد و مغایر با عقلانیت است. نظر شما در این باره چیست؟ خب من با رویکردهای ایدئولوژیک به این معنا موافق نیستم، حالا چه دینی باشد چه غیر دینی باشد. اسم اونا رو هم دین نمیگذارم. یعنی بنده مارکسیسم رو، ماویسم رو، استالینیسم رو دین نمیدونم. حالا کسی اسم هر امر منفی رو دین بگذاره که میگذارن، مثل دوستی که این سوال رو پرسیده، اون اشکالی بحثا یک نظر است که من باش موافق نیستم. اما اینو مثال زدم که این نکته متوجه به بحث من بوده، خواستم بگم که هم در میان دینداران و موحدان ما شاهد رویکردهای خشن، بنیادگرایانه و نامداراگرایانه بودیم، هم در میان عرفیون و دین ناباوران و خدا ناباوران و ملحدان. و مثال دوم رو فاشیست ها آوردم، خب کنارش هم دارن، نازیسم داریم، استالینیسم داریم، موسولینیسم داریم و اسم های متعدد. اینا هیچ کدومش ربطی به دین نداره. حالا این دوستمون خواسته یک تعمیم بده، گفته رابطه بین پیروان این ایدئولوژی ها و ادیان، که من نمیپذیرم که این غیر کسانی که به خدا قائل هستند قائل نیستند، اینها رو دیندار بنامیم، اینا ایدئولوژی های عرفی دارن، گفته اینها یه وجه مشترک دارن و اون این که اینها نسبت به به اصطلاح پیشوایان خودشون رابطه تعبدی دارن، رابطه تقلیدی دارن، حالا کلمه تقلیدم به کار نبرده، من میگم رابطه عقلانی ندارن. حالا توی این واژه ها اتفاقا باید دقت کرد، این عنوان تعبد که به کار برده میشه در اصطلاح اسلامی، تعبد ما فقط در حوزه عبادات به کار میبریم، در حوزه غیر عبادات ما متعبد نیستیم. واژه‌ش هم معلومه، عبودیت دیگه، اونجا را توقیفی بودن به کار میبریم، یعنی میگیم که در غیر امور فقهی، امور عملی دینی، در خارج از عبادات که عنوانش میشه معاملات، گفته میشه اینا توقیفی هستند. یعنی چی؟ یعنی متوقفند به آنچه که شارع گفته است. اما حالا واژه بحث لفظی با این دوستمون نمی کنم، خواسته بگه که رابطه فرض بکنید یک فاشیست این است که پیشوا رو، اونا واژه پیشوا هم نوبل لیدر خودشون، رهبر خودشون میگن، یک رابطه غیر متعقلانه است، رابطه مقلدانه است، تقلید کورکورانه است. تقلید کورکورانه در اسلام هم ممنوع است. ما در هیچ حوزه، چه حوزه نظری، چه حوزه عملی، چه حوزه اعتقادی، چه حوزه فقهی، تقلید کورکورانه نداریم. اون تقلیدی که واژه خوبی هم به کار برده نشده، تقلیدی که در فقه، در فقه سنتی به کار برده میشه، مبتنی بر یک دلیل عقلی است، رجوع غیر متخصص به متخصص. این تقلید کورکورانه نیست و برای همین هم من تو چندین مقاله این رو تفکیک کردم و نشون دادم. اگر فرد مکلف، یعنی فرد دیندار غیر متخصص، غیر مجتهد، ایشون اطمینان پیدا نکنه به نظر مجتهدش و مردد باشه در اون مسئله، لازم نیست تقلید بکنه. اصلا بحث واژه‌ای که من خودم انتخاب کردم رجوع به متخصص است، لزوم رجوع به مجتهد. من به اجتهاد و تقلید باور ندارم، به اجتهاد و رجوع غیر مجتهد به مجتهد باور دارم. این رجوع، رجوع آگاهانه است. برای اینکه از این واژه های، از این بحث به اصطلاح منفی تقلید پرهیز بشه و بهش نپردازیم. هر ایدئولوژی، هر دینی که از پیرو خودش پیروی کورکورانه خواسته، شما دربست بذاریدش کنار، اسمش اسلام باشد، تشیع باشد یا هر اسم دیگری داشته باشه، ما تقلید کورکورانه نداریم. به تقلید کورکورانه هم اجازه ورود نمیدیم، به اونها هم خوش آمد نمیگوییم و معتقد هستیم هر کسی از هر چیز تقلید کورکورانه بکنه، این آخرش
به فساد فکری و فساد عملی می انجامه. عقلانیت را هم به همین ترتیب من معتقد هستم که ما باید در باورهایمون به عقلانیت بهره اصلی بدیم، اما یادمون باشه در زندگی ما امور فراعقلی هم داریم، امور ضد عقلی نه، اما امور فراعقلی داریم. یعنی یه اموری هستند که قابل استدلال عقلی هستند، خب میریم سراغشون، یه اموری هستند فراعقلند ولیکن در همین حوزه ما مجاز نیستیم به امور متناقض ضد عقل اجازه ورود بدیم. یه اموری هم هستن کلن ضد عقلن، عقل ستیزن، خرد ستیزن، اینا هم خرافاتن، اینا رو نباید پذیرفت. بحث من در این وسطی است که رو بازش میکنم. ببینید در حوزه عرفان که دیگه کسی انکار نمیکنه الحمدلله، یعنی بیشترین انکار نمیکنن غیر از عده خاصی، خب مسائل عرفانی نوعاً خردگریزه. به قول ملا صدرا تورون برای تور عقله، یعنی ماورای عقله، اما ضد عقل نیست. مسائل دینی هم همینجوری، بخشی از مسائل دینی هم همینطوری، همه مسائل دینی قابلیت عقلانیت نداره. این عقلانیت حد اکثری که بعضی به کار میبرن این دین رو از دین خالی میکنه، کمان که عرفان رو هم از بین میبره. خب ببینید مولوی میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این معناش اینه که عرفان به درد نمیخوره چون عقلانی نیست؟ قطعا اینجوری نیست. یعنی این که ما یک حوزه هایی داریم که مشاهده معنوی در اون جاری میشود، اون دیگه استدلال عقلی نیست. مباحث دینی بر دو قسمه، یک مباحثی است که ما میتونیم در اون استدلال عقلی بکنیم، اکثر مباحث دینی اینجوریه، حوزه اعتقادات اکثر قریب به اتفاقش. بحث غیر عبادات از مباحث فقهی همینجوری است. بحث اخلاق کلهم اجمعین، اینا همش عقلی است. اما یه بحثایی هست که یه بخشایی هم هست که اینا فراعقلی است، اینا عقلانیت پذیر نیست، اما نمیشه تو اینها ضد عقلی هم حرف زد. اینا رو دیگه بحث دو تا چهار تاست. میخواد شما در مورد آخرت صحبت بکنید، با کدام استدلال عقلی میخواد در مورد جزئیات آخرت صحبت کنید؟ بفرمایید. میخواد در مورد جهان غیب صحبت بکنید، عالم غیب، میتونید انکارش بکنید؟ خب بحث فرشتگان در اون عالم مطرح میشه. به عنوان یه مسلمان، الذین یؤمنون بالغیب، ما قائل هستیم، اما این بحث عقلی نیست. جزئیاتش، دقیقاً جزئیات عالم مرگ، عالم برزخ، کدوم بحث عقلی میتونه در مورد شما بکنید؟ پس لطفاً تصحیح بفرمایید. این که فکر بکنید هر امری قابل عقلانی شدن است، نه عرفان این گونه است، نه بخشی از مباحث دینی این گونه است. خب پس اینجا این میشه که تو این قضیه، این که اگر امری مغایر با عقلانیت بود من کاملاً 100% با شما موافق هستم، اینو بذاریدش کنار، قبول لازم نیست بهش باور داشته باشید. اما اموری هست که عقل انسان لنگ میاندازه به اصطلاح، یعنی میگه این توانایی من ندارم وارد این حوزه بشم، بیشتر از عقل من به اصطلاح، از عقل بشری بیشتر است. خب همین جاست که میره تو حوزه عرفان، همون جاست که میره تو حوزه فراعقلی دین که مثالاشو برای شما زدم. ببینید اصل آخرت میتونه استدلال عقلی داشته باشه، اصل غیب میتونه استدلال عقلی داشته باشه، اما جزئیاتش نه. خب پس این شد که پاسخ من، خلاصه پاسخ من به این سوال این بود که هیچ ایدئولوژی و دینی که از شما را به تقلید کورکورانه دعوت میکند نپذیرید، اسمش هرچی میخواهد باشه. و از اون سو هم عقلانیت در هر آنچه که عقل در آن مدخلیت دارد حرف آخر رو میزنه، اما عقل در همه چیز مدخلیت ندارد. کسی که میپندارد شریعت عقلانی است، من مناقشه دارم. کسی که میپندارد همه دین عقلانی است، بخش عرفانی دین رو داره حذف میکنه. خب سوال هشتم، ببخشید این از اون مجموعه سوالاتی که از من پرسیدن که الان میشه سوال چهارم الان و سوال از مجموعه سوال قبلی میشه سوال هشتم، میشه تعداد نفرات مؤمن به یک دین معیار درستی یا قابل دفاع بودنی نیست، قابل دفاعی نیست.
آیا گاوپرستان که چند صد میلیون هستند از زرتشتی بودن قابل دفاع تر است؟ خب یک سوء تفاهم پیش آمده و اون این بوده که من زمانی که سوالی ازم شده بود در جلسه گذشته در مورد این که بهتر نیست ما به دین ایران باستان و زرتشتیگری برگردیم، پاسخ دادم که اکثر این هموطنان محترم، اکثر قریب به اتفاقشون، آیین خود را به کناری نهادند و ادیان دیگر خصوصا اسلام را پذیرفتند و جمعیت آنها در حال حاضر در تمام دنیا به 140 هزار نفر میرسه که فقط 25 هزار نفرشون در ایران هستند، بقیهشون هم نوعا 69 هزار تاشون در هند و بقیه در کشورهای دیگر جهان هستند. من به عنوان یک مؤید آوردم و نه به عنوان دلیل و اشاره کردم که مایل نیستم در این جلسه وارد بحث از اشکالات آیین زرتشتی بشم. اگر کسی در این حوزه بحث داره، سوال داره، حاضرم جلسه مستقلی به اون بپردازم. اگر قرار بود به هر کدوم از اشکالات بپردازم، هر کدومش ساعت‌ها طول می‌کشید. بعد بنابراین این رو به عنوان مؤید آوردم و معتقد هستم نکته که برش درس گذاشتم نکته غلطی نبوده است. کلیت هم نداشته که بیان بگم که هر دینی که تعدادش کمتر بود بدتر از هر دینی که تعدادش بیشتر بود بهتر است. بله، همطور که اشاره کردید ما هندویسم هم داریم. البته هندویسم هم مرادف با گاوپرستی نیست. در این آیین هم نکات مثبت دیگری یافت میشه که در جای خودش محفوظه، آنچنان که در آیین زرتشتی هم نکات مثبت متعددی یافت میشه، نکات منفی هم درش یافت میشه. بحث ما در اون نکاته و الا هیچ دینی رو نمیخوام به اصطلاح دربست بنده کنار بگذارم و وارد مقابله با اون بشم. یادم هست در همون دهه 80 در ایران یک رساله‌ای تحت مشاوره من در رشته علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. دیدم خوشبختانه این رساله تبدیل به کتاب هم شده. خانم دکتر فاطمه صادقی نویسنده اون بود، در اون زمان دانشجو. عنوان کتابی که ایشون منتشر کرده که هم رساله دکترشون هست، جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری. این کتاب در سال 1192 در تهران منتشر شده. خب بخش مهمی از این کتاب، نیمیش، در مورد آیین زرتشتی است. من دعوت میکنم، استاد راهنمای این رساله آقای دکتر حاتم قادری بود. بخش زرتشتی کتاب رو خانم دکتر کتایون مزداپور مشاوره میداد و بخش اسلامیش هم به عهده من بود. خب فکر میکنم خیلی خوب باشه یه منبع هم ذکر بکنم. مراجعه بفرمایید، فقط همین آراء اخلاقی، به خصوص آرایی که دیانت زرتشت در مورد زنان داره و در مورد حقوق خانواده داره، با هم اونجا مراجعه بفرمایید تا عرض من مشخص تر بشه و وارد جزئیات نمیشم. اجازه بدید به همین مقدار اکتفا بکنم. بنابراین استدلال عددی صورت نگرفته، کلیت هم نداشته. مشکل ما اینه که هر وقت که مؤیدی هم میاریم ذهن میره میدن تعمیم. این تعمیم ها علل اغلب قابل اشکال است و من هرگز چون این تعمیمی رو قائل نبودم. اما سال بعدی پرسیدند در قسمتی که با آقای مکرون انتقاد کردید به نمونه هایی از ترورهای اشاره کردید که مسیحیان انجام دادند، آیا این سوال صحیح نیست که چرا تکرار و شیوع این گونه آدم کشی ها در کشورهای مسلمان نشین بیشتر است؟ اگر مشکل از دین نیست، چرا اکثر جنگ های دنیا در کشورهای مسلمان دنیاست یا مسلمانان همیشه بین کشته شدگان یا حمله کنندگان هستند؟ خب سوال خوبیه، اجزای مختلفی هم داره. اما اینکه آیا بیشتر آدم کشی ها رو در دنیا مسلمان ها انجام دادن؟ دوست گرامی، با کدوم آمار داری همچه ادعایی میکنی؟ تو هر کشور آمریکا تعداد کسانی که هر سال توسط این اسلحه‌های که اینجا مجاز است البته کشته میشن، اصلا با کسانی که در کلیه ترورهایی که توسط این گروه‌های تروریست مسلمان کشته میشن اصلا قابل مقایسه نیست. به یک صدم هم نمیرسه. یعنی صد برابر کسانی که با اسلحه آمریکایی کشته میشند بیش از صد برابر کسانی است که با توسط این گروه های تروریست در همه جای دنیا کشته شدند در هر سال. مراجعه بفرمایید و اون وقت به عرضم میرسید. این
رسانه ها متاسفانه مشکلی که ما داریم تو رسانه هایی که من اینجا نوانگوش میکنم، فقط اگر یک جنایتی توسط یک مسلمان اتفاق بیفته بزرگ نمایی میشه، ارائه میشه. اون اوائل که آمده بودم حدود سال 2008 بلا فاصله ذکر میکرد که این قاتل اسمش محمد فلان بوده است. حالا بعدم ادعا میکرد که 3 ماه نیست بیشتر مسلمان شده. اما این مسائل نه اسمش مثلا اسم دیگر قاتل ها گفته میشه، نه دینشون گفته میشه. این تحقیق قابل تحقیق اینجا، این تو رسانه های غربی ها، حداقل من آمریکایش رو گوش کردم، هر کسی تو کشورهای اروپایی هم هست میتونه در کشور خودش به این نکته بپردازه. بنابراین این نکته که شما گفتید که کشتار در دنیا توسط مسلمان ها بیشتره، لطف بفرمایید ارائه آمار کنید. تعداد کسانی که توسط گروه آدم کش القاعده کشته شده، تعداد کسانی که مظلومین که توسط گروه آدم کش و تروریست داعش کشته شده، تعداد کسانی که توسط گروه فناتیک و مرتجع طالبان کشته شده، از همزبانان افغانی ما، همدینان افغانی ما کشته شده، اینا رو بذارید توی یک کفه، و افرادی که در دیگر حوادث مشابه در همین دنیا در سال مشابه کشته شدن با هم مقایسه بکنید، اینا قابل دفاع نیست اینایی که من ذکر کردم. اما از اون سمت آیا اونها هم بزرگ نمایی میشه یا نه؟ من یادم هست در همین آمریکا سال گذشته یک خانم مسلمان عضو یکی از مجامع حقوقی آمریکا کشته شد. در هیچ کدوم از این رسانه‌ها این برجسته نشد، در حالی که اگر خلاف این بود 100 برابر بزرگ میشد. من همونقدر که از رسانه‌های ایران چندشاور از که چیزا رو بزرگ میکنن، مثل که حالا فرض کنید گفته تو انتخابات تو آمریکا شد، هرج و مرج و اینها، که اصلا چه خبری هم چه از هرج و مرج نیست. روزنامه کیهان ببین کجا چه تیتری بزرگ کرد. تو رسانه ها اینجا هم برعکس. ادوارد سعید کتابی در این زمینه نوشته در مورد نحوه برخورد نادرست رسانه ها با مسلمان ها. تازه خودش هم مسیحی فلسطینی بود، اما آدم بسیار منصفی بود، نبود نویسنده بسیار منصفی بود. هر کس تردید داره به کتابش مراجعه کنه. بنابراین قسمت سوالتون بنده موافق نیستم، یعنی تروریست های مسلمان بیشتر از تروریست های غیر مسلمان آدم نکشتند، اونا بیشتر بوده. جمعیتشون هم حالا جمعیت مسلمان ها فرض بکنید 1/4 دنیاست، اما 3/4 دنیا هم هر کدومشون در جای خودشون این کارا رو کردن. بعد در مورد جنگ ها پرسیدید، خب علت این جنگ ها چیه؟ بله درسته، این جنگ هایی که در زمان من و شما داره اتفاق میفته، یعنی در همین الان داره اتفاق میفته، یا تو سوریه است یا تو یمنه، خب اینا جنگ. یا فرض بکنید میگیم در فلسطین اشغالی است، یعنی جنگ. حالا جاهای دیگه، خب من سنم کمی از شما بیشتره، جنگ ویتنام هم یادمه، کشتای اون جنگ با این جنگ هایی که الان هست مقایسه بکنید، به هیچ وجه از اونها کمتر نیست. بگذاری توی دهه فرض کنید 50 ساله اینجوری نیست که همه جنگ ها توسط تو کشورهای مسلمان اتفاق افتاده باشه. و بعدم حتی اگر توی کشورهای مسلمان اتفاق افتاده باشه علتش چیه؟ بسیار از اینها معادن زیرزمینی فراوانی دارن، مورد رشک و حسد و تجاوز قدرت‌های دیگری هستن، برای استفاده از اونا میخوان بیان این جنگ‌ها رو دارن تحمیل میکنن. برخی از متاسفانه کشورهای مسلمان هم مثل عربستان سعودی، مثل امارات، عملاً شدن آلت دست برخی کشورهای دیگه. اینجا باید تحلیل‌ها رو کمی عمیق‌تر بکنیم. این که پرسیدید آیا علت دین نیست، همه حرفم من با دانشجوی آمریکایی سر کلاسام همین است. پنبه رو از گوشمون در بیاریم. در پدیده‌های اجتماعی دین یکی از عوامل است و تنها عامل نیست، مؤثرترین عامل هم نیست. در بحث خشونت در دنیا و در بحث جنگ یقیناً دین مسئله اصلی نیست. یک مقطع زمانی مشخص بفرمایید، یک منطقه جغرافیایی مشخص کنید، بیام صحبت بکنیم و بحث رو دقیقاً یک بحث عینی بکنیم. به هیچ وجه اینجوری نیست که اینکه مسلمانان همیشه یا جز کشته شدگان یا کشته شوندگان هستند، خب ببخشید کشته شدن که دیگه
ضرری نداره که، اینکه اشکالی به دین نیست. خب یه ظالمی اومده حمله کرده، بمباران کرده، عده رو کشته، حالا این اسلام متهم بشه؟ اگر جایی مسلمانی تجاوز کرد به سرزمین دیگری، بله پوشش رو میگیری. وظیفه دینی، وظیفه اخلاقی، وظیفه انسانیمون هست که محکومش کنیم و محکوم میکنیم. کما اینکه در جنگ یمن عربستان سعودی و امارات قطعا محکوم هستن، همه کسانی که اونجا دخالت کردن. حالا بحث وارد نمیخوام بشم که اینجا جنگ های نیابتی بین ایران و عربستان اونجا یا بین ایران و آمریکا اونجا در جریان است، اونا مسائل سیاسی است، من در جای خودش اظهار نظر کردم. اما وقتی که گفته میشه دین در اینجاها دخیله، میگم بیاید وسط، کلا را قاضی بکنیم و آمار نشون بدید، فکت بیارید که تنها به دلیل مسلمان بودن این مسائل داره اونجا اتفاق میفته. ما کشور عقب افتاده، هم مسلمان داریم هم غیر مسلمان. بیرون تو کشور افریقایی، تو کشور آمریکای جنوبی، اینا کشور عقب افتاده هستن. عوامل متعددی باعث شده اتفاقات براشون بیفته. یمن یکی از کشورهای عقب افتاده جهان هست متاسفانه، با اینکه سوابق تاریخی خیلی مهمی داره. اما اونچه که هست، آیا این فقط اسلام بوده که در اینجا این مشکل براش ایجاد شده؟ در مورد کشورهای افریقای غیر مسلمان چی میگی؟ در مورد کشورهای آمریکای جنوبی غیر مسلمان چی میگی؟ نه، من عرضم اینه که اسلام نمیتونه در این قسمت فی الواقع دخیل بوده باشه، یعنی عامل اصلی نمیتونه باشه. اگر جایی تونستیم اثبات بکنیم که اسلام یا مهمترین عامل بوده، تک عامل که مطلقا نمیتونه درست باشه، من اونجا رو میپذیرم. اما این با این شکلی که شما اشاره فرمودید من موافق نیستم. سال بعدی پرسیدند آیا روش آقای بازرگان در قرآن شناسی و پیدا کردن مصداق‌های خارجی و مهندسی بین قرآن و طبیعت میتواند به عامل بهبودی اسلام قرآنی تبدیل شود؟ خب احتمالاً مرادشون جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، دوست گرامی من هست که بسیار فرد قابل احترامی است، خداوند بهشون عزت، سلامتی و طول عمر بده. بحث علمی بحث دیگری است. این که در مورد همه آیات قرآن نه ارتباطی با مهندسی دارن نه ارتباطی با طبیعت دارن. اندکی از آیات قرآن این با این مباحث مرتبطن. جناب آقای مهندس بازرگان هم به اعتبار تخصص مهندسیشون اگر در اون حوزه ها برداشت تازه‌ای داشته باشن شنیده میشه، روی چشم گذاشته میشه و قابل احترام. اما بسیاری این بحث من در مورد بیش از 95% آیات قرآنه که نه مربوط به عالم طبیعت هست نه مربوط به فرض کنید رشته مهندسی هست. در این حوزه ها اگر ما بخوام با روش ریاضی و مهندسی بحث بکنیم یا با روش علوم تجربی بخوام بحث بکنیم، چیز دیگری ازش به دست میاد. و این که آیا پیدا کردن مصداق خارجی که من متوجه نمیشم و ارتباط بین قرآن و طبیعت خارج از اون آیات اندکی که اشاره کردم، اینها نمیتونه با این روش پاسخگو باشه، یعنی اشکال متدولوژیک جدی دارم به اگر کسی به این روش بخواد مسئله رو دنبال کنه. آیا این پرسیدن میتونه به عامل بهبودی اسلام قرآن تبدیل بشه؟ خیر، با صراحت خیر. چرا؟ به خاطر اینکه اسلام قرآنی اشکال بنیادی داره. من یه مقاله نوشتم به شما نشونیش رو میدم، عنوانش از پرسش‌هایی از روش اسلام قرآنی. من این مقاله رو برای برادر گرامی و دوست عزیز جناب آقای مهندس عبدالعلی بازرگانم ارسال کردم که ایشون هم مطلع باشن. اشکالام اونجا نوشتم به شکل خیلی مختصر، میتونید اونجا مراجعه بفرمایید تا مطمئن بشید که اسلام قرآنی چه نواقص بنیادی و اساسی داره و با اون نمیشه حتی از تفسیر قرآنش هم، تفسیر قرآن مبتنی بر این روش هم اطمینان پیدا کرد، چه برسه بر این که ما کل اسلام رو بخوایم بر اساس این روش فی الواقع تبیین و تفسیر بکنیم. فکر میکنم به همین مختصر اکتفا میکنم در این پاسخ به این پرسش. اگر ابهام بیشتری بود در خدمت شما خواهم بود و بیشتر توضیح خواهم.
سوال بعدی پرسند آیا غیر از پیامبر و ائمه اسوه عملی فعلی برای دین داریم یا میبایست به عقل رجوع کرد؟ اسوه هایی که ما به لحاظ دینی داریم رسول خداست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این برای ما. در مذهب تشیع بعد از رسول خدا در رتبه پایین تر ما ائمه هدا را داریم. خب امیرالمؤمنین و دیگر ائمه را که ما به روش زندگی اونها و روش دینداری اونها و روش معنابخشی اونها به زندگی بعد از رسول خدا و بعد از همه قبل تر بعد از وحی الهی به اونها مراجعه میکنیم. غیر از اینها هم هیچ اسوه الزامی دیگری نداریم. میتونیم بله هر کسی ممکنه در زندگی خودش با افراد متدین، متقی، عالم، محذب، مزکا، مطهر برخورد بکنه و اونها هم در مراتب با پایین تر میتونه بهشون اقتدا کنه. در بین علمای ما کم نبودن همچو افرادی و من افتخار داشتم که در زندگی خودم با برخی از اینها فرض بکنید محشور باشم و از انفاس قدسیشون استفاده بکنم و راه پیدا کنم و بهشون اقتدا بکنم. اینا رو انکار نمی کنیم. در میان صوفیان هستند کسانی که این خصوصیات رو دارن، در میان دیگر متدینان هم هستند. اینها برای هر کسی، برای پیروان خودشون میتونن تأثیر عملی فراوان داشته باشند و اما عمومیت نداره که بخوام بیام این رو بگیم هم شما هم باید فرض بکنید به اون استادی که من چقدر ازش بهره معنوی بردم یا بهره علمی بردم، شما هم باید اقتدا بکنید. اما واقعا اینها در هر منطقه‌ای که باشند لنگرهای ایمان هستند و باعث مراجعه مردم به دینداری صحیح تر و دینداری خالصانه تر بودن. این رو نمیشه انکار کرد. یعنی هر جا یک همچه آدم هایی باشن مردم بیشتر دینداری مجسم رو مشاهده میکنن. خب عقل هم به جای خودش سر جاش هست، اما عقل رو به همون نکته کرس کردن، یعنی اینکه در عقل حد اکثری و در عقل هم مبالغه نکنیم، حقش هم کمتر انجام ندیم. هر جا عقل حکم دارد باید به اونجا مراجعه کرد. اما برخی جام هست مثل عرفان و مثل بخش فراعقلی دین که اونجا عقل حکمی نداره. سال آخر از من پرسیدند که چرا رسانه‌های داخل کشور شما را به نوعی سانسور کردند و ظاهرا شما متقابلا سعی بر ارتباط گیری با آنها نکرده اید. چرا در رسانه‌های خارج کشور هم چیزی از شما نمی‌بینیم؟ خب از رسانه‌های داخل کشور که چرا از من سوال میکنید؟ خب یک مقاله نوشتم، همین اواخر یادداشتی نوشتم که در مورد این که چطوری به اصطلاح سانسور مطلق هستم و امکان انتشار حتی مصاحبه هم از بنده در داخل کشور نیست. خب وقتی یکی از این مجلات فصلنامه ها به من مراجعه کردند و پیشنهاد کردند که شما بیاید و بدون اسم مقاله به ما بدید که ما منتشر کنیم، من درس کردم. دوستان من بودن از اصلاح طلبان محترم، گفتم من یادم نمیاد که با اسم مستعار نوشته باشم و مثل گاو پیشونی سفیدم هر چه ببینم، هر که ندونه هم میفهمه که این مال منه. گفتن خب به همین دلیل شما وقتی بنویسی ملت میفهمن مال شماست، دیگه لازم نیست اسمت باشه، چون اسمت حساسیت میاره و باعث میشه که مجله متوقف بشه. من نپذیرفتم. این مال یک سال قبلم کمتره، مال چند ماه قبل. نپذیرفتم. گفتم خب حالا شما با این مطالب بنده رو که نمیتونید بزنید، یه مقاله من به انگلیسی نوشتم، شما اینو به ترجمه فارسیش بکنید. مقاله رو هم فرستادم، گفتم که این مقاله هم بهداشتیه به اصطلاح، خیلی به اسلام و دموکراسی و ارزش‌های اخلاقی و فکر نمی‌کنم
مشکلی داشته باشه با اسم منم بخواد منتشر کنه. خب مقاله رفت ترجمه شد و بعد دیدیم منتشر نشد. یعنی در شماره که مخصوص همین مسئله بود در اون فصلنامه محترم در تهران مقاله منتشر نشد. بعد خب دوستانم به من نگفتن چرا، خودم تماس گرفتم گفتم که خب مجلتون که اومد بیرون مقاله من توش نیست. بعد اون سردبیر مدیر مسئولش، من حالا احتمالا هر دو یکی بودن، مدیر مسئولش به من گفت که من رفتم ارشاد و متوجه شدم که اسم شما در لیست سیاهه و اون مسئول ارشاد که اسمش هم برد برای من، این مسئول اداره کتاب، اداره نظارت، هرچه هست اسمش، گفته یه لیست 30 چند نفره داریم که اینا مجاز نیستید ازشون هیچ چیز بزنید متوقفتون میکنیم. یکی از اونا بنده بود، 3 نفرش رو اسم برده بود، همه سیتا رو نگفته بود اما از اون گفته بود یکی شما بود. خب این که چرا سانسور کردن، اما این که بنده متقابلا سعی بر ارتباط گیری با آنها نکردم، نه این درست نیست. برای برخیشون مطلب فرستادم، برخیشون اصلا جواب نمیدن، برخیشون هم عذرخواهی کردن. یه مثال دیگه برای شما بذارم که تو مقالم نوشتم، یه مطلب فلسفی بنده نوشتم همین که الان شده حکمت ستیزی و بی اخلاقی، کتاب شده در آلمان البته منتشر کرد. این اولش به صورت یه مقاله بلند، من خیلی مایل بودم که این توی ایران منتشر بشه، به هر دری هم زدم که در داخل ایران منتشر بشه. مطلبم صرفا فلسفی فلسفی محض بود، هیچ ربطی به امور سیاسی و اجتماعی و امور روز نداشت. مطلب انتزاعیات و متافیزیک و از این امور بود و آقا علی مدرس نمیدونم دوره قاجار چی گفته و حالا درست گفته نادرست گفته، این بساطه. به هر جا به اینا که اون زمان که من ایران بودم مطالبی که در مورد این فیلسوف عصر قاجار نوشته بودم منتشر کرده بودم باشون تماس گرفتم. یکیشون که دوست من بود اصلا تو هر جا باش تماس گرفتم شطور دیدی نیدی اصلا جواب نداد. یکی دوتا دیگهش که جواب دادن که کسی بود که کتاب منو چاپ کرده بود، کتاب مجموع مصنفات آقای مدرس رو بزرگواره کرده بود، چاپ کرده بود، روزنامه هم داره و مؤسسه انتشاراتی زیر نظرش هست، مجله هست اونجا، حالا اسم نمیبرم، اونجا نوشتم. بعد ایشون هم عذرخواهی کرد که ما هیچی از شما نمیتونیم بزنیم. بعد یک مجله دیگری بنده دیدم مثلا یک مطلبی نوشته، خیلی هم ضعیف بود در همین حوزه‌ای که منم می‌نویسم، براش نوشتم که آقا، اونم از دوستان گرامی منه خدا حفظش بکنه، گفتم که خب بحمدالله این مطلب رو نوشتی خیلی غلط غلوطه، این هم مطلب منه از اون خیلی قوی تره، برای دو چاپش کن. آقای کدیور کجایی؟ ما اگه عکس آقای خاتمی رو هم بزنیم توقیف بون میکنن، حالا میخوای یه مطلب از شما بزنیم؟ من نمیخوام مجلم توقیف بشه. گفتم چشم هیچ. بنابراین الان میتونم بگم که این مجله کاغذی از این رسانه های به اصطلاح غیر کاغذی، به اصطلاح مجازی، دو تاش اومد سراغ من. یکیش الان اسمش هم یادم نیست، ظاهرا هم از همین اسم مهم هم نبود، یعنی زود گذر بود، یه مصاحبه با ما کردم، منم جواب دادم منتشر شد، میتونید مراجعه بفرمایید. بعد از 10 سال اونجا هم نوشتم خیلی مهمه که من تو فضای مجازی یه چیزی تو کشورم بالاخره امکان چاپ پیدا کرد در مورد همین ستیز با به اصطلاح اینا، همین توهمی که ایجاد کردن که هر که از آقایون انتقاد کرد حتما چی هست، حتما وابسته است و اینا، من بین تفکیک خواهش. یکشم این انصاف نیوز بود، حالا یکی اسمم باقی مونده، یه مصاحبه با من کردن، اونم منتشر کرد. این تنها همین دوتا، یه مجله دانشجویی، دوتا مجله دانشجویی، یکیش مشهد بود یکیش اصفهان بود، مطلبی از من حالا در حد تیراژ مجله دانشجویی که ممکنه که باشه، که اینم شنیدم همچی براشون مشکل درست کردن. این مجموعه 12 سال فی‌الواقع تلاش مذبوحانه بنده برای حضور در مطبوعات کشورم بود. حالا اینکه همه ادعام کردن، اتفاقا با یکیشون چندین سال پیش بود تماس گرفتم، بعد
معلوم شد، ادعا کرد که نه چیز دستوری به ما ندادن. خب اگه دستور ندادن واقعا باز شرمندگی این آقایونه که یا این خانم هاست که چیزی منتشر نمی کنن از من. اما به نظر میرسه همونطور که اون آقای اداره ارشاد گفته و اون دوست دیگه کم لطفی کرده بود و نخواسته بود حقیقت رو بگه، چیزی از من منتشر نکردند و خب حتما دلیل موجهی دارند. یعنی اگه استدلال من، مقالات من، مطالب من شنیده بشه به نفعشون نیست، قطعا هم به نفعشون نیست. حتی گروهی هم هستند که به نفع اونها هم نیست، بهتره نباشه. اما در مورد رسانه‌های خارج از کشور، من از حدود میتونم بگم 94 95 بوده برای هیچ رسانه مطلب نفرستادم مگر خودش درخواست کرده باشه. یک مورد بود که یه نقدی نوشته بودن به من، از من درخواست کردم، پاسخ دادم، در مورد نوع اندیشی و خردورزی شخصی بود، به همونجا پاسخ دادم. بقیه جاها نه، من مطلبم تو وبسایتم میذارم، هر که خواست میتونه منتشر بکنه، هیچ منعی هم نداره که بازنشر بکنه. برخی جاها گاهی منتشر کردن. اخیرا متوجه شدم نه دیگه، اینجا مثل که یک توافق نانوشته پیش آمده که این صدا نباید شنیده شود. خب به جای اون اشکال از دیگه بس بنده نیست. حالا یکی چند تا رسانه فارسی زبانی هم که هست به این مسائل عنایت نشون نمیدن، خب قابل فهمه. یه اشکالاتی در بنده است، مثلا فرض بکنید من آمدم میگم که اشکالاتی که ما در کشور مشاهده میکنیم همه از سال 68 شروع نشده، از سال دقیقا بهمن 57 شروع شده. خب اونجا وقتی میام خط امام رو هم به اصطلاح مورد نقد قرار میدم، یه بخشی نمیپسندن، نمیپذیرن. یا افراد دیگه فرض بکنید که محدودیت دیگری برای بنده قائلن، چون من آراء متفاوتی در حوزه کلام شیعی داشتم، اونا نمیپسندن که افکار من منتشر بشه. خب این هم یه راه را میشه. یا اینکه من یه نقطه نظرهای متفاوتی دارم در حوزه نواندیشی دینی و صلاح نمیدونن که این صدا بلند بشه. خب به جای خودشه. من همین مقداری که میتونم، اگر کسی به این فکر من، افکار من، حالا چه به لحاظ دینی، کلامی، فقهی یا سیاسی فکر میکنین و حرف حسابه، خودتان یک رسانه باشید، منتشر بکنید. اما این که جای دیگری منتشر نمیکنن، من وارد نقد و انگیزه افرادم نمیشم به جای خودش. اما معتقد هستم که بله این قضیه ماست و من هیچ رسانه فارسی زبان خارج از کشوری را مناسب نیافتم که مطالبم رو برای اون بفرستن. فکر میکنم در این مطلب نکات بسیار مهمی نهفته باشد. خب من پاسخام رو به سوالاتی که دوستان کرده بودند دادم. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.